یکی از رویکردهای دیسینفورمیشن که در حکومت‌هایی که با اتکا به تئوری نسبی‌گرایی فرهنگی اقدامات ضد انسانی خودشون رو توجیه می‌کنن، سویه موازی‌سازی یا پارالالیزمه. این سویه بر این باور استواره که وقتی معیارها و اصول یه نهاد جهانی با معیارهای شما نمیخونه، سریع یه نمونه تقلبی از همون نهاد رو درست کنین و معیارهای خودتون رو به عنوان اصول جا بزنین و بعد منتقدانتون رو متهم کنین که اونا منش و روش شما رو نقض میکنن. حقوق بشر اسلامی دقیقاً یک نمونه تمام عیار از همین موضوع. وقتی رژیم اسلامی در ایران به قدرت رسید، در چند اصل با معیارهای به رسمیت شناخته شده در جهان، خصوصا در زمینه اعلامیه حقوق بشر مشکل داشت. آزادی زنان، مفهوم کودک، اجرای قوانین حدی شریعت مثل شلاق زدن و قطع عضو، آزادی مذهبی و آزادی بیان. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، جنسیت نشان برتری هیچ انسانی نیست، اما در باور فقهی سردمداران رژیم اسلامی یه مرد برتر از دو زن و جامعه کویر فاقد حق حیات و مستوجب مجازات برشمرده میشن. اعلامیه جهانی حقوق بشر کودک رو زیر 18 سال و باور فقهی آقای و دختر رو تا 9 سالگی و پسر رو از 15 سالگی به بعد بالغ میدونه. قطع عضو و شلاق در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصداق شکنجه و جرمه و در مذهب علمای شیعه حد الهی و لازم الاجرا. آزادی مذهب، اندیشه و بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته میشه و در قوانین جزای اسلامی برگشت از مذهب اسلام مشمول حد حضور الدم، آزادی اندیشه مشمول حد محاربه با خدا و آزادی بیان تا حد سب الاولیا و هر سه مستوجب مجازات اعدامه. خب با همین اصول در سال 1369 و بر اساس پیشنویس تهران در سازمان کنفرانس اسلامی یک اعلامیه جدیدی به نام اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصویب میشه. دقت کنین، حقوق بشر اسلامی یعنی حقوق بشر مطابق با دین یک هشتم بشریت. این همه ماجرا نیست. بر اساس همین اعلامیه در ایران قانونی تصویب میشه و برای اجرای اعلامیه حقوق بشر اسلامی قوه قضایی متولی اون میشه و یک تشکیلاتی هم به عنوان ستاد حقوق بشر راه میندازن که دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، رئیس سازمان زندانها، وزیر خارجه، وزرای دادگستری و اطلاعات و کشور و فرمانده نیروی انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رئیس صدا و سیما و معاون زنان رئیس جمهور عضو این ستادن. و خیلی جالب و اتفاقی، همشون هم متهم به نقض حقوق بشر در قبال مردم ایران. خب حالا کجا وایستادیم؟ چطور یه موازی‌سازی ما رو به یه مسیر دیگه‌ای برده و چطور دوغ و دوشاب با هم ترکیب شدن؟ اینا سوالاتیه که برای درک درست ازشون سراغ شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر میریم تا از او بیشتر در این باره بپرسیم. شاهین، خیلی خوش اومدی به دیکود. بذار با این سوال خیلی پایه‌ای شروع کنم که آیا میشه اصلا حقوق بشر رو به صورت مذهبی تقسیم بندی کرد؟ جوابش خیلی واضح است که نه. برای اینکه اصلا حقوق بشر یک معیارهای مشخص بین‌المللی داره که در میثاق‌های بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی اینها ذکر شده، مشخصه. و اصلا مبنای حقوق بشر یکی از اصولش اینه که تبعیض مذهبی باید رفع بشه. بنابراین به محض داخل کردن مذهب در این مقوله اون حقوق بشر از معناش تهی میشه، اصلا چیزی امکان پذیر نیست. خب جمهوری اسلامی با سوء استفاده از تئوری نسبی‌گرایی فرهنگی، ایجاد کانون‌های بدلی مثل همین ستاد حقوق بشر اسلامی و بهره‌گیری از سویه موازی‌کاری با تولید اطلاعات گمراه کننده تا چه حد در توجیه اقدامات ناقض حقوق بشری خودش موفق بوده تا به اکنون؟ ببینید، خب از خب موفق که خب داره محکوم میشه در سازمان ملل، در نهادهای دیگه از سوی حکومت‌های دموکراتیک. ولی خب در تا یه حدی میشه گفتش که این گفتمان نسبی‌گرایی فرهنگی رو خب جمهوری اسلامی هم ازش سود می‌بره و سعی کرده که این گفتمان رو اشاعه بده در سطح بین‌المللی که ما تمدن اسلامی داریم و حالا ما لزوما نباید
پیرو استانداردهای غربی باشیم. یعنی اومدن کاری کردن که اون به اصطلاح موازین بین المللی حقوق بشری رو اونها رو به عنوان استاندارد غربی جا زدن، که اونها چیزی غربی ها میگن، ما شرقی هستیم، ما اسلامی هستیم، ما چیزی به اصطلاح حرف دیگه داریم. ولی به هر حال تو میگی که دائم محکوم میشن، در حالی که محکوم میشن اما عضو کمیسیون اجتماعی سازمان ملل، ریاست این نهاد به عهده میگیرن، در محافل مختلفی حق رأی دارن در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر و حتی استیتمنت ها یا اعلامیه های صادر میکنن در مثلا محکوم کردن سایر کشورها به دلایل حقوق بشری. خب این دوتا با همدیگه جور در نمیاد، چطوره که هم محکومن هم ریاست شورای اجتماعی مثلا سازمان ملل رو میتونن به عهده داشته باشن؟ خب ببین، اون نهادهای سازمان ملل با توجه داشته، سازمان ملل یک مجموعه است از کشورها و در واقع خیلی لزوماً بر اساس مبانی حقوق بشر اون سازوکارش نیست. اینا با هم یه سری تعاملات، شما ببینید تو سازمان ملل خب روسیه و چین هم توی شورای امنیت هستن، حق وتو دارن، که اینا کشورهایی که ناقض بزرگ حقوق بشر ولی خب جزء اون شاکله بزرگ سازمان ملل هستن، حق وتو هم دارن. یه نکته دیگه هم که چشم نوازه اینه که ما شاهد نقض سیستماتیک و شدت گرفته حقوق غیر باورمندان به مذهب رسمی رژیم در ایران هستیم. آیا نهادهای بین المللی یا گروه های روشنفکر در جوامع غربی میتونن با همین نسبیگرایی فرهنگی این نقض سیستماتیک حق حیات برای باورمندان به دیگر مذاهب در ایران رو هم ازش چشم‌پوشی کنن؟ نه، خب چشم‌پوشی نمی کنن، محکومش می کنن، چیزی نیستش بشه توجیهش کرد، متوجه هستید؟ به طور خاص اگه شما از هرکسی بپرسید که مثلا حالا نقض حقوق عرف بر اساس مذهب قابل قبول است، میگن نه. ولی به طور کلی شما بگی خب یک جایی حکومتی هست که بر اساس مذهب داره اداره میشه، خب وقتی چیز کلی دارید میگید، خب میگه در کلیات بگن که خب آیا حالا اینم یه نوعشه، اونام حکومت خودشون دارن، صحبت خودشون دارن میکنن. ولی فکر میکنی که میشه جلوی این نقض سیستماتیک حقوق بشر رو از طریق نهادهای بین المللی گرفت، یا حداقل نگذاشت جمهوری اسلامی با سوء استفاده از ترفندهای دیس اینفورمیشن اطلاعات غلط رو به مردم دنیا مخابره کنه؟ خب بالاخره همیشه یک نبرد همیشگی است، همیشه جمهوری اسلامی کار خودش میکنه، ما هم کار خودمون میکنه، نهادهای بین المللی هم تا جایی که میتونن خب محکوم میکنن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. ولی خب من همیشه گفتم آخر سر تا زمانی که این حکومت برپاست در ایران نقض حقوق بشر و شاهدش خواهیم بود. حالا ممکنه در یک مواردی بر اثر فشار رسانه‌ای یک کاری نکنه، مثلا سنگسار نکنن، یا مثلا در یک مواردی ممکنه که یک کسی رو اعدام نکنن، ولی به طور کلی وضعیت تا موقع جمهوری اسلامی هست همین خواهد. بی نهایت از تو ممنونم شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر که با ما همراه بودید.